بر ما بگین که چرا بعضی افراد دچار لجبازی میشن و لجبازی میکنن؟ لجبازی عوامل مختلفی داره، یعنی ما نمیتونیم روی یک عامل یا دو عامل تمرکز بکنیم. بله. عوامل مختلف در لجباز شدن یک فرد دخالت داره. یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه فرد لجباز باشه نادانی و جهالته. بله. چرا؟ چون که فرد از عواقب کاری که میکنه هیچ اطلاعی نداره. فقط برای این که با طرف مقابلش لج بکنه این کار انجام میده. بله. و هیچ پشتوانه منطقی و عقلانی نداره. ما در که امام علی علیه السلام میفرماین لجاجت رأی و اندیشه را تباه میکنن. بله. یعنی که پس چی میشه؟ چون پشتوانه منطقی و عقلانی نداره یک کار کاملا بیهوده و عبثه و فقط برای که مثلا در مواجهه با رفتار طرف مقابلش هیچ دفاعی نداره سعی میکنه که این لجبازی را انجام بده. بله. عامل دیگه ای که خیلی مهم هست در ما شاید همیشه بگیم که مثلا برای که فرد مخالفت بکنه با طرف مقابلش یا انتقام بخواه بگیر ازش سعی میکنه لج میکنه، ولی یکی از عوامل مهم این قضیه این هستش که بانک عاطفی طرف مقابل ما خالی است. یعنی او برای ای که جلب توجه بکنه سعی میکنه لجبازی بکنه که دیگران به او توجه بکنه، همسر باشه، نمیدونم پدر و مادر باشه یا اطرافیانی که وجود داره، ای برای کمبود محبت داره سعی میکنه با این لجبازی نظر توجه طرف مقابل جلب کنه، خودش جلب بکنه. یکی از عوامل دیگه که خیلی مهم هست و ما بی توجه هستیم سرزنش های زیاده. بله. بعضی از آدم ها رو دیدین که وقتی با طرف مقابلش برخورد میکنن همیشه او رو سرزنش میکنن، تو هیچ وقت کار درست انجام نمیدی، تو همیشه بد اخلاقی، تو همیشه ایرقم. این وقتی که این سرزنش های مداوم صورت میگیرد طرف مقابل سعی میکنه لج بکنه، میگه من که حالا متهم بی هستم تو همین انجام نتون دیگه، لج میکنه که سعی میکنه اصرار بکنه برای اون کارش که طرف مقابل خودش رو آزرده بکنه.